ایران صبح روز جمعه دوم سپتامبر پس از مواجهه با ناوشکنهای آمریکایی دو پهباد شناور آمریکایی را که روز قبل از آن را قصب کرده بود بازگرداند اما دوربین های این پهبادها ها مفقود شده جزیت بیشتر در گزارش کوروش آلدین دومین بار در طول یک هفته بود که ایران به دنبال توقیف پهپادهای دریایی ایالات متحده بوده است. والاستری جورنا جورنال در گزارشی اختصاصی به نقل از یک مقام آمریکایی میگوید مشخص نیست که ایرانی ها دوربین ها را نگه داشتند یا زمانی که آنها پهپادها را از دریای سرخ بیرون میکشیدند و بعد دوباره آنها را در آب قرار میدادند این دوربین ها در آب افتاده باشد. مورد دوم بعد از ظهر روز پنج شنبه اول سپتامبر زمانی رخ داد که یک کشتی نیروی دریایی ارتش ایران دو پهپاد شناور آمریکا را که در آبهای بینالمللی در دریای سرخ مشغول به فعالیت بودند توقیف کرد دو ناوشکن ایالات متحده مجهز به موشک هداگت شونده همراه با هلیکوپترهای آمریکایی واکنش نشان دادند وال استریت جورنال به نقل از این مقام آمریکایی گفت ایرانی ها ابتدا سعی کردند پهپادها را در کشتی خود پنهان کنند اما پس از درخواست نیروی دریایی آمریکا مبنی بر پس دادن آنها ایرانی ها با بازگرداندن آنها به آب در صبح روز جمعه دوم سپتامبر موافقت کردند این پهپادها اکنون در اختیار آمریکایی ها هستند در بیانیه ای که از سوی فرماندهی نیروی دریایی آمریکا در خاورمیانه صادر شده آمده است که این پهپادها به مدت دویست روز بدون هیچ حادثه ای در بخش جنوبی دریای سرخ فعالیت می کردند بیانی افزوده که آنها در زمان توقیف از سوگ ایران حداقل چهار مایل دریایی از نزدیکترین خط کشتیرانی فاصله داشتند. مقام های آمریکایی گفتند که دوربین ها، رادارها و سایر تجهیزات موجود در پهپادها به صورت تجاری در دسترس هستند و جزء فناوری‌های های طبق بندی شده محسوب نمی شوند. اما حفظ دوربین ها و بازرسی پهپادها از نزدیک می تواند به ایران درک بهتری از قابلیت های این سیستم بدهد. نیروی دریایی ایالات متحده شبکه‌ای از پهپادهای پیشرفته هوایی و دریایی را در منطقه مستقر کرده که با استفاده از هوش مصنوعی بر نظارت بر فعالیت‌های ایران در دریا و تهدیدهای احتمالی از سوی تهران طراحی شده است.